که او را بشناسد. چجوری بشناسه؟ مثل دبستان بگه اول اصول دین 5 و دانستنش 5 و اینجوری نیست که اصول دین اصلا 5 تا نیست، 6 تا نیست، 4 تا نیست. اصول دین در هر زمانی متفاوت میشه. توحید رو مطرح کردن متکلمان در مقابل تشبیه، تشبیهی که اموی ها درست کردن. عدل رو درست کردن در مقابل ظلم. اینا پیغمبر نفرمونده که اینا رو قرآن و حدیث به دست میاد. دانشمندان متکلمان پیدا کردن، اصول مذهب از اصول دین جدا کردن. الله وکیلی به غیر شیعه اصلا چیزی در اسلام قابل قبول هست که ما بگیم عدل و امامت مال شیعه هست، توحید و نبوت و موت مال همه مسلمان هست؟ یعنی ما 2/5 شیعه ایم، 2/5 ما مسلمیم، 2/5 شیعه ایم و 3/5 مسلم میشه واقعا؟ اینا احتیاج به تفکر داره، احتیاج به بحث داره. والله ولی من عرفه، عرفان خداوند، شناخت خداوند. عرف یکی از معانیش بویدنه، اون هفته ما عرض میکردم. یعنی انقدر باید خداشناس بشه انگار خدا رو حس میکنی، انگار داری رو میبویی. و عدو من تکلفه بود، خداوند دشمن کسی است که صفات الهی رو به خودش نسبت بده، خودش جای خدا بذاره. اون وحدت وجودی هایی که خودشون با خدا یکی میدونن. مولوی داستانشو نقل میکنه دیگه، براتون عرض کردم که یارو اومد جبری بود، وحدت وجودی جبری بود، اومد میوه های یارو خورد. یارو گفت با چه میخوری؟ بر چی؟ گفت دست خدا، با دهان خدا، با معده خدا داره میوه خدا رو میکنه و دندون خدا میخوره. یارو هم گفت صبر کن رفیه، تناب آورد و برسش به درخت و شروع کرد بزنه. گفت ببین دست خدا با تناب خدا داره میزنه به بدن خدا، بخور ببین چه حالی داری. این چرت و پرت ها چی ها؟ معتزلی ها درست میگفتن، فیلسوفان اروپایی درست میگن. اراده، اراده انسان، خواست انسان، اراده انسان. تو روانشناسی اراده مهمترین مسئله است. مشکلات با اراده حل میشه. به تقدیر و تقدیر و سرنوشت و کائنات، کائنات که میارو نقط بچه میگه میگم چرا صاحب نقط بچه میگه کائنات، کائنات چیه؟ تو رفتی تو رخت خواب کائنات چی کار داری؟ بعد خداوند دشمن کسی است که به تکلف صفات الهی رو به خودش نسبت بده. انسان احمقی که صفات امام معصوم و پیغمبر معصوم رو به خودش نسبت بده. امیرالمومنین فرمودن دیگه، فرمودن که به خود بس، چه اون روایت شیخ شبیده تقمسها والله تقمسها فلانون یا ابن ابی قاف فلانون، صفات امام معصوم رو به خودش بس، مثل پیراهن گشاد. امیرالمومنین برانه مثل پیراهنی که بچه ها پیراهن مادرشون تنشون بکنه چه شکلی میشن. کسی که واقعا جای امیرالمومنین بشینه و صفات او رو نداشته باشه. و جاهل و العاقل و غفورون، عاقل هم بخشنده است هم بخشیده شده است، غفوره. و جاهل و خطورون، جاهل خطاکار نابکاره. تمام مصیبت های عالم مال جهله، مال نبودن توحید، نبودن نبوته. این شئت ان تکرم فلن، امام فرمودن دلی میخواد تو جامعه تکریمت کنم، بزرگت کنم، احترامت بذارم، فلن ملایم باش، لینت داشته باش، مهربان باش، انعطاف داشته باش. میگه نه، من حرفی که زدم رد خور نداری، حرف مردم یک کلام. نه، یه وقت آقا تو منزلشون میفرمودن که مرد کسی نیست بگه حرف من یک کلامه، مرد کسیه که اگر اشتباه کرد بیاد بگه من
اشتباه کردم و شما درست میگید. اون مرد واقعیه، اون که همه چی رو عقیده خودش درست میدونه، اون مرد واقعی نیست. و این شعت انتوهانه فخشن، اگه میخوای سباک بشی، سباکت کنن، توهینت بکنن، پشت سرت هی دست کن بدن، اینجوری کنن، خشونت به خرج بده. خشونت که داشته باشی همه از دوروبرت میرن، پخش میشن. و من کرم اصله لان قلبه، کسی که اصلش نجاده باشه و از یه خانواده مؤمن باشه، کسانی که لقمه حرام و قمه خورده باشن، لان قلبه قلبش ملینه، منعطف، مهربانه. و من خشونه، و من خشونه عنصره قبل از کبدو، کسی که عنصرش خشنه. اصلا بعضی نمیدیم از درون آدم های خشنی هستن، هر جا وارد میشن، وقتا باباهای ما تو خونه که وارد میشدن همه بچه ها در میرفتن زیر شمشاده ها تو در توالت ما قایم میشن، بس که پدرها وحشتناک بودن، تا میدیدن میگفت چرا غذا رو ریختی اینجا بیجا دونه چرق میدونم دو گوشه. بابا یه انصافی، یه عدالتی، کی به شما این خشونت رو یاد داده؟ خشونت من خود نصف بیدینی مردم رو خشونته به خانواده من دیدم ها، دیدم از بستوان و شوهر همم هم. صبح میمد با لگد محکم همه رو بیدار میکرده نماز بخونه، خب نماز زوری میکنه، گریه میکنه دورن کرد نماز رو گریه از ترس بابا. این چه نمازی آقا؟ من خشونه عنصر او قدر از کبده، کسی که عنصرش خشنه سخت دله. خدا به پیغمبر فرمود چی؟ ان کنت فظا غلیظ القلب لم فظ من حولک. به خاطر این لیانت و مهربانی که تو داری مردم با تو هستن. پیغمبر خیلی مهربان بود. و من فرت تورت، کسی که افراد کار باشه در زندگی خودش به ورطه هلاکت میفته. به این تو این هزار چند پن پرت میشنم، یه کسی بود تو این محله ما به لگر میزد، برای هم بگو کی گفته برگ بدون اجازه خدا نمیاد؟ من الان لگر میزنم 50 تا برگ میاد پایین. روز عاشورا با ماشین رفت جاده هزار چند حراس، از اونجا پرد شد تایی دره پیدا نشد، تیکه تیکه شد این برگ درخش. این حرفا خیلی خطرناکه، خیلی آب برمی داره، خیلی باید حواسمون جمع بشه. من فرتت تورتت و من خافت عاقبت هست به تو فیما لا یعلم، کسی که از عاقبت میترسه در چیزایی که نمیدونه توقف میکنه. گوه نمیدونم آدرس همه دنیه، یا آقا ابن سینا کجاست؟ میگه برو بالا، برو بالا بالا میرسی به بیابونه ابو سوا، ولی میگه آقا ابن سینا هم بیاد برو کنیم، معروف شده به آدرس همه دنیه. البته جسارت نباشه، ما به همدان همه دنیه خیلی اعترام میذاریم، حالا این همه دنیه ممکنه اصفهانی تهرونی هم باشه، قرارمون خدای نکرده و همه دنیه رو ندانستن چیزی که نمیدونی بگو نمیدونم. ولا تخف ما لیس لك به علم، تمام اینایی که امام صادق میفرماید تفسیر آیات قرآنه. لا تخف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. بگو نمیدونم. و من حجم الا امر به غیر علم جدع انف نفسه، کسی که هجمه کنه، هژمونی با خودم میسته، هجوم کنه، شدت به خرج بده بر یک امری که به غیر علم، علم و دانش در اون زمینه نداره، چطور میشه؟
جدع انف نفسه، جدع انف نفسه، بینیش به خاک مالیده میشه، یعنی نابود میشه. آقا چیزی که نمیدونی بگو نمیدونم. و من لم یعلم لم یفهم، کسی علم پیدا نمیکنه فهمم نداره. الفهم کل حزمه. و من لم یفهم لم یسلم، کسی که نمیفهمد به سلامت به سر نمیبرد. و من لم یسلم لم یکرم، کسی هم که در سلامت به سر نارد هیچ وقت تکریم نمیشود. و من لم یکرم لم یکرم تهزم، کسی که احترام بهش ندارم هضم میشه، مثل غذا تو معده هضم میشه، یعنی خرد میشه، نابود میشه، هیچ کس بهش اهمیت نمیده. و من تهزم کانه اول اما، کسی هم که هضم بشه دائما سرزنش میشه، مردم سرزنشش میکنن. و من کانه کزاده که کانه احرا هنیندم، و کسی که این چنین باشه سزاورتر است از این که هر لحظه اظهارم ندامت کنه، پشیمانی کنه. پس ببینید آقا، من هیچ کارم، هیچ برتری هم و هیچی که دوستان ندارم، ولی کلام از ساده خدمت شما عرض میکنم. و آقای ارسن آقا نظرش اینه که ما روایات بخونیم، روایات اهل بیت رو بخونیم، روایات به این زیبایی. خلاصش کسی به صلاح نمیرسه مگر اینکه خردمند باشه، تعقل کنه. کسی تعقل نمیکنه مگر اینکه علم بیاموزه. علم احتیاج به تجربه داره، لابراتوار داره، کتابخونه میخواد، استاد لازم داره. میگه میرون دو قبل یه یا حسن میکشیم و تمامه، نیست به خدا اینطوری نیست. اگر هم باشه معجزه است دیگه، اون میگه دست ما نیست، اون برخلاف گفتار امام است. اینجا کسی که تعقل میکنه علم به دست میاره، کسی که علم به دست میاره فهم پیدا میکنه، و کسی که فهم پیدا کنه علم باید داشته باشه، بردبار باشه تا پیروز باشه. علم سپر است، دانش اندر دل چراغ روشن است، پس همه بد بر تن تو جوشن است. اون که رودکی میگه این شعرهای فارسی بسیاریش روایات اهل بیت پیامبر. خب ما دیگه خیلی فرصتی نداریم، من یه روایتی رو میخواستم معنی کنم، میذارم برای هفته بعد جلسه بعد که عمری داره بنده باشه خدمت شما عرض کنم. یه اصطلاحی در قرآن هست که خداوند میفرماید که والذین کذبوا بآیاتنا، کسانی که آیات ما رو، نشانهای ما رو تکذیب میکنن، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، استدراج به اینا میدیم از جایی که نمیدانن و نمیفهمن. این کلمه استدراج رو در قرآن هم عرفا به کار میبرن، هم متکلمین، هم مفسرین. و استدراج معنیش اینه، استدراج یعنی طلب درجه کردن، ولی اونی که در قرآن به کار رفته معنیش اینه که خداوند به بندگانی که نعمت بسیار زیاد به دست میارن ولی تفکر و تعقل و تأمل ندارن، ایمان درشون نیست، به مردم کمک نمی کنن، به مردم خدمت نمی کنن، اینها رو خداوند اموال بهشون میده و اینها رو آزمایش میکنه و این اموال موجب بدبختی و ناراحتی ایناست. بنابراین فکر نکنید که ما درباره هر کس فکر میکنیم که خیلی آدم ثروتمندیه خداوند به این لطف بیشتری داشته، نه، ممکنه دچار استدراج شده باشه، یعنی خداوند بهش مهلت میده، امکانات میده، ببینی که این چند مرده علاجه استدراج. بعد میگه هر چه غیر اوست استدراج توست. میگه به هر چیز غیر خدا توجه بکنی، به غیر عدالات پیغمبر و ائمه و معصومین، اونا همه ذل الله هم، اذن الله هم، لسان الله هم، به غیر از اونا.
به افراد ناشایست توجه بکنید، اون استدراجه. گرچه تخت و ملکت است و تاج و ترک. چون حدیث امتحانی رو نمود یادم آمد قصه هاروت زود. هاروت و ماروت رو خداوند در آسمان بالاترین مقامات رو اینا داده بود. چون فرشتگان اعتراض کردن به خداوند چرا انسان آفریدی که قتل کنی، جنایت کنه؟ و تجعلو فیها من یفسدو فیها و یسف کد ما و نحنو مسبحو به هم دکه و نقد سوله کرد. چرا آدم آفریدی؟ خداوند فرمود آن شهوت که آدمیان راست اگر در شما می بود بتر می کردید. گفتن نه، هرگز ما بتر نمی کردیم. خداوند گفت خب از بین فرشتگان 100 فرشته انتخاب کنید. میلیارد ها فرشته هست. از بین 100 ها فرمود 10 تا انتخاب کنید. از بین 10 تا فرمود 2 تا انتخاب کنید. هاروت و ماروت که تو زبان پهلوی میگن هارتاد ان امرتاد. این کلمه مرداد که میگیم امرداد همین هاروت و ماروته. گوش ما برین در زمین. اسم اعظم به اونا داد، اومدن در زمین. تو تفاسیر ما نوشتن تفسیر پاک شغل قضاوت بهشون داد. هر دو قاضی شدن، خیلی شغل بالاییه. زن زیبایی اومد پیش هاروت، جناب هاروت، و من با شوهرم اختلاف دارم. اینا هاروت دید خیلی زیباست، خیلی زیبا. او چی بار داری بشه؟ برش کن، رهاش کن، بیش خودمون پیش حاجیت بالا بچه کن. چکاش حوضیه ناراحتت میکنه، برش کن، رهاش کن. قرار بودش که توی تریای جایی با هم دیگه بیان بشینن صحبت کنن. حالا قهوه خونه بود اون زمان و زمانه اسطوره، نمیدونم قهوه خونه ها چی میخوردن. بعد گفت که رفت همون زن رفت پیش ماروت. آیه قرآن ها انزل به بابه ملکه این هاروت و ماروت، سوره بقره. رفت پیش ماروت همین داستان رو با ماروت هم دید. عجب زن است. گفت بلش کن. قرار بودش باش که سر یه مکانی با هم دیگه ملاقات کنن. این زن هم خیلی زرنگ بود، اما سر یه پیچی که مثل زاویه 90 درجه بود. این گوشه بیزا هاروت ها یه بر اومد، ماروت هم از این بر. هر دو اومدن پیش این خانومه. خداوند فرمود فرشتگان رو جمع شوید. همه جمع شدن. گفت اکنون بنگرید در زمین فرستادگان و برگزیدگان شما چه می کنن. فیلم هم درست کردم برای این فیلم بهش بر فراز برلین، فیلم آلمانیه برادرم، که فرشته از آسمان میاد زمین، میره تو کاباره، تعجب میکنه و اینا. بعدش هم وقت میت مثل هم میشه. هاروت امتحان، این استدراجه. یعنی خداوند بالاترین مقام به این فرشته ها داده، در روی زمین هم بالاترین مقام بهشون داده، و همون وهله اول شروع کردم به خیانت کردن. اینا که خیانت میکنن ها، میگه آقا قاضیه، قاضیه. خانم ها مدیم میگه آقا شوهرم هست سات بیشتره، من میخوام این جدا شم. یه شهادت دروغی درست میکنه که این شوهرش قایبه. 5 میلیون 100 میلیون میگیره، طلاقش صادر میکنه. بعد میگه فوری هم برو شوهر کن که شوهرت میاد پیداد میکنه و ما اینجا مقصر رو مغرض و خطاکار نباشیم. اینا همش استدراجه و صداش جهنم بدون هیچ گونه تردید. حالا درباره استدراج انشاءالله من جلسه بعد یه مثالی فقط مولوی میگه اینو بگم، حیف که نگم. مولوی میگه این بوزای کوهی ها، بوزای کوهی از شر سیاد فرار میکنن، میرن بالای کوه، به قلده ها میرن که سیاد نتونه بیاد. بعد این سیاد ها میرن بین دو تا کوه میشینن. بین دو تا کوه رو بهش چی میگن؟ دو کوه دره بهش میگن. یه دره یه بین فاصله تو همین دره، نه دو تا کوه. این بوز کوهی میره بالا، سیاد ها میان تو این دره این پایین میشینن برای سید کردن. چجوری؟ این بوزه میره بالا، یه بوز ماده اون بر میبینه. وقتی این فاصله دره خیلی زیاده، فاصله این کوه با اون کوه، میگه که بله اینو بیشتر در اردو من اینجا یادش کرده بودم. میگه که بله داستان این دوتا بوز، میگه آن بوز کوهی بران کوه بلند بردود از بحر خوردی بگذن، میره بالا که تومه اونجا بخوره. و
بر کوهی دیگر براندازد نظر، به کون طرف کوه نگاه میکنه از این فاصله. خب ماده بز بیند بر اون کوه دیگر، یه بز ماده اون برمیدونه، یه مرتبه واله میشه، شیدا میشه، دچار استدراج میشه از این نعمت، و این فاصله رو چشم او تاری گردد در زمان، برجه از سرمست زین که تابدان، آنچنان نزدیک به مایده را که دویدن گرد بالوه تو را. کسانی که یه مرتبه ادرار زیاد میگیدن بدون وقفه دنبال بالوه میگردن. بالوه یعنی رسورس، یعنی محل توالت. یه چجوری آدمی که دچار ادرار رو اینها شده به سوی بالوه، به سوی دستشوی حرکت میکنه؟ این بزرم هم اینطوریه. در ضمن میخواد مثال بزنه که دنبال شهوات رفتن مثل دنبال توالت رفتنه. این هم در ضمن میخواد بگه این فاصله رو آنچنان نزدیک به نمایت برا که دویدن گرد بالوه تارا، آن هزاران گز دو گز به نمایتش، تازمستی میل جستن آیدش. هزار گز فاصله دو تکو بیچاره دو گرز میبینه، یعنی چشم و گوشش بسته میشه. اصلا چکار میکنه؟ جست میدنه روی اون کون، میفته تو دره. وقتی افتاد شکارچه ها اونجا نشستن و شطلاق میزنن و تطرش میدن و اونجا گیر میفته. ببینید این مثال ها، من مولوی پرست نیستم، مولوی شناسم، ما ارباب ما فقط امیرالمومنین و دوازده امام چهارده هم هستم، ولی خب یه حرفی رو گفتم که قابل استفاده است، آدم نقل میکنه، اشکالی هم نداره. ائمه ما خیلی از اشعار شعرهای جاهلی هم در شعر خودشون استفاده میکرده. بگذاریم. این بز بیچاره در هوای در عشق اون بز ماده این هزار گز فاصله رو دو گز میبینه، جفتک میندازه برای اونور، میفته تو دره و شکار میشه. اینم استدراجه. بنابراین آقا فکر نکنید که اگر کسی این مقامات بالایی داره، ثروت زیادی داره، این خداوند به این بیشتر نظر کرده. مردم اعتقادشون اینجوریه دیگه، هر کی مثلا امکانات زیاد داره میگه خدا می‌خواسته به این بده به ما نداده. نه، نمیدونی تو، نمیدونی که ایمان چه سرمایه‌ایه، علم چه سرمایه‌ایه، علم، عقل، فهم، اینهایی که امام علیه السلام فرمودن. بقیه بحثو در جلسه بعد انشاءالله خدمت شما دارم. خداوند انشاءالله همه ما رو با معارف قرآنی صحیح آشنا بگردن. خداوند ما رو به احادیث صحیح اهل بیت عالم بگردن. خداوند سلامتی کامل به این حاجت ها عنایت بفرمایید. برای سلامتی خودتون یه صلوات مرحبا.